دوستان و تنان گرامی، مشیدی هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز روز 25 است از ماه ژانویه سال 2012 میلادی، در روزهای در واقع چهارشنبه به طریق معمول شاهنامه میخوانیم خدمت شما. امروز در باب این گزارش آقای اوباما به کنگره اندکی صحبت میکنیم، باقی مانده وقت رو میپردازیم به مطلب شاهنامه. امروز چاپ مسکو رو آوردم خدمت شما، حاصل زحمات دانشمندان روسی به زعامت برتلز پدر. باری دیروز مطابق سنت آمریکا آقای اوباما State of Union Address، State یعنی در واقع حالت، در واقع ما میگوییم که ماده در جهان داره سه حالت است، یکی Liquid State یعنی حالت مایع، Solid State یعنی جامد، و Vapor State یعنی حالت بخار. State یعنی وضعیت، این داستانه، و یونیون یعنی اتحادیه، یعنی در واقع گزارش وضعیت. در بند دو ماده سوم از بند دوم قانون اساسی آمریکا در همون روزگار 230 سال پیش آمد که رئیس جمهور بایستی گاه تاریخش مشخص نمی کند، گاه گزارشی به کنگره از وضعیت کشور بدهد، و نخستین کسی که این کار رو کرده در واقع و اسمش هم این نبود، این نام رو در واقع آقای روزولت آورد و مورد پسند واقع شد، همین State of the Union Address. این کار آقای روزولت دوم هست، روزولت دوم در همین روزولت روزگار جنگ، چون دو روزولت داریم. باری جورج واشنگتن گزارش رو داده. تاماس جفرسون که در واقع بسیار انسان بزرگی بود، مرد روشنفکری بود و مرد دموکراتی بود، گفت آقا این حالت شاهنشاهی داره، مثل که یک پادشاهی از موضع قدرت، از تخت سلطنت داره گزارش میده و من دوست ندارم، من همچکاری رو نمی کنم. و می نوشتن اینا، چون در واقع این تجربهی که اینها داشتن آمریکایی‌ها از وضعیت سلطنت اروپا و گرفتاری‌ها و استبداد و اینها، این مملکت طریقی تازه می خواست. مشهور است که یک کسی به جورج واشنگتن گفته است قربان شما برای پادشاهی خیلی مناسب هستین، ماشاءالله هم جنرال بودید هم سیاستمدار هستین هم مردم، شما تو پادشاهی رو گفته از این صحبت‌ها دیگه نکن با من، ما نبرد کردیم، جنگ کردیم، استقلال خود رو به دست آوردیم برای که حکومت مردمی باشد. این داستان پادشاهی بقیش نقل قول از اون نیست. عرض کنم گواه می‌کردن که خیلی زود می‌شود پادشاهی به استبداد تبدیل بشه، و همین هم هست، چون در کشور مثل کشور خودمان پادشاهی که بنیاد کردن مشروطه خواهان، در واقع حکومت مشروطه یا کانستیتوشنال، حکومت قانونی، در واقع پادشاهی چیز خیلی خوبی بوده. من مکرر از این صحبت کردم، به خاطر خیلی مسائل خیلی خوب می بود، اما چون مردم ما کشورهای جهان سوم اینا پادشاه رو خیلی مشروع میدانند در امور اجرایی، خیلی خیلی راحت یه پادشاه مشروطه تبدیل شده به مستبد و قانون زیر پا میگذارد، چنان که در کشور ما گذاشتن. سه پادشاه بعد از مشروطه قوانین مملکت رو یک سر زیر پا گذاشتن، با استبداد تمام حکومت کردن و سرانجام خوشی هم برای نه برای مملکت ما گذاشتن نه برای خودشون. این آقای جورج واشنگتن هم و این 8 نفری که واقعا رجال خیلی بزرگی در کار سیاست بودن، رجال تراز اول تاریخ آمریکا به حسابن، مثل همین جفرسون و مونرو و واشنگتن، اینها قبول نداشتن این چیزها رو. مملکتی کاملا آزاد می‌خواستن، سرزمینی بزرگ، مردم آزاد و دموکراسی می‌خواستن. این است که جفرسون مخالفت می‌کنه با این که بیا صحبت کنه، این خیلی شاهواره پرزیدنت بیسته و به بقیه در واقع چنین سخنی بگه، این داستان درستی نیست. باری و این معمول نبوده است در واقع تا روزگار وودرو ویلسون، مرد بزرگ تاریخ آمریکاست. این مرد بسیار روشنفکر بود، بسیار صلح‌طلب بود. عرض میکنم که در داستانش اشاراتی داشتم بهش در موضوع جنگ اول. ایشون آمد و این رو باب کرد، و این نام رو هم آقای روزولت حدود سال 1933-34 به میان انداخت و گرفت و چسبید.
و هر سبت که حالا رسم است در آمریکا که در ماه ژانویه در پایان ماه رئیس جمهور میاد به کنگره و در واقع صحبت میکنه و اعضای سنا نشستن، اعضای لوور هاوس یا همون مجلس ملی هم هستن، دست راست و چپ از دو حزب می نشینن. معمولا دموکرات ها من دیدم بیشتر دست راست پرزیدنت و تیم مخالف یعنی جمهوری خواهان این سو، در پشت سر پرزیدنت معاون او هست که در واقع ریاست سنا هم داره و رئیس مجلس، که رئیس مجلس دیشب نگاه میکردیم از رپابلیکن ها بود، خیلی خوشحال نبود باری، و میاد صحبت میکنه. صحبت رئیس جمهور در این شب State of the Union Address، حالا ما ایرانی ها اکسنتی داریم در واقع که اس رو همیشه با اس میگویم اسکول، در حالی که اسکول نیست، سکول، حالا به هر صورت استیت میگویم استیت. هر سبت که صحبت میکنه معاون پشت دست راستش و رئیس مجلس پایین دست چپش هست در پشت سرش و صحبت میکنه و به ترتیب هستن بزرگان کشوری، لشکری، فرماندهان ارتش، اعضای کابینه هستن و رئیس جمهور متناسب در واقع و به اقتضای حال سخن میگه. اگر مشکلات بیشتر اقتصادی باشه در باب اقتصاد صحبت میکنه، اگر که سیاست خارجی موضوعی باشد در باب سیاست خارجی صحبت میکند. و آقای اوباما دیشب چون وضعیت اقتصادی آمریکا بعد از اون ماجرای سقوط استاک مارکت اینها رو به خرابی داشت و هنوز هم البته تعمیر نشده است، اعظم سخنش در واقع مربوط بود داستانه اقتصادی و یک کوتاه‌ترین صحبت در باب سیاست خارجی رو من دیشب از همه پرزیدنت‌ها که شنیدم دیشب بوده، خیلی کوتاه بود که بله سوریه این چنین است، شرافت آدمی رو نمی‌شود نادیده گرفت، شرافت آدمی پیروز می‌شود بر استبداد. راجع به ایران هم دو کلمه صحبت کرد که بله ما همه گزینه‌ها رو روی میز داریم و ما نمی‌گذاریم ایران اتمی بشود و این آخوندها می‌توانند برگردن به جامعه جهانی اگر که طریق خودشون رو تغییر بدن و سلام علینا و علی عباد الله الصالحین. از این همه اعدام و از این همه شکنجه و از این همه گرفتاری و اختناق در ایران هیچ سخنی این مرد محترم نگفت، چون ترسیده. در واقع اوباما در حال حالت دفاعی گرفته، مثل این بوکسورا نیست حالت دفاعی میگیرن، حالت دفاعی گرفته در مقابل جمهوری خواهان، چون سال انتخابات هست و ایشون سیاست مداره. به هر صورت میبیند برابر آمارکار آمریکایی همواره با آمار هست، هیچ کشوری مثل آمریکا آمارش دقیق نیست، اینقدر مؤسسه آمار هست که هر کاری بخواهم برای هر چیز آمار هست، چند لیتر چی تولید، چقدر سیب زمینی تولید میشه، چند کالری مردم آمریکا، چند کیلو وزنشون اضافه است، چند کیلو نرم چی، از بام تا شام با آمار، و با آمار هست که ما میتوانیم تصمیمات صحیح بگیریم. آمار نشان میدهد که مردم آمریکا در این مقطع نگران وضعیت اقتصادی هستند، تعداد بیکاری زیاد شده است و بیشتر کارخانه ها به چین منتقل شده. اینها موضوع اقتصاد، موضوع روزه. این است که آقای رئیس جمهور هم که میخواهد رأی از همین مردم بگیرد، این است که مطابق خواسته های مردم سخن گفت دیشب. و موضوع مهمی که هست بایسته گفت این است که این آقای اوباما رو متحد میکنند به سوسیالیسم و میگویند این در مسیر اصلی ایدئولوژی آمریکایی نیست، این آقای آدم سوسیالیستیه، آمده و میخواد سیستم سرمایه داری ما رو تبدیل بکند به سیستم دخالت دولت و یک نوع سوسیالیست که دولت دخالت بکند و میخواهد گداپروری بکند. ایشون آمد دیشب گفت آقا این درست نیست و عادلانه نیست که در این مملکت میلیاردرها و میلیونرها خیلی کم تکس بدهند اما از طبقه متوسط و طبقات پایین این مالیات بگذارند، چون میدونید همه درآمد دولت از این مالیات هاست، شما تکون بخورید مالیات بید توی آمریکا. این اساسا با روند تفکر سرمایه داری مغایرت داره و میگوین این میخواهد سوسیالیسم اروپا رو در این مملکت ما بیاورد. مخالفی باری صحبت کردیشون،
صحبت کرد و چنین میکنم و چنان میکنم از گذشته صحبت کرد. اینا که وقتی من اومدم خراب بود، اوضاع خراب بود، جناب تو داشت ورشکست میکرد، نمیدونم فورد داشت میکرد، کراسلر ورشکست میشد، چنین و چنان بود. ما دولت، یعنی ما یعنی دولت، یعنی ادمینستریشن و دولت ما کمک کرد و امروز جنرال موتور بزرگترین سازنده شد دوباره، چنین و چنان، و دولت بایستی برنامه های این چنین داشته باشد. و ما رفته رفته اینقدر پشتیبانی از کمپانی های نفتی نکنیم، اینقدر سوبسید به کمپانی های نفتی ندهیم. میدونید خیلی مالیات هم کم میدن کمپانی نفتی، و ما باید از اینا مالیات ها بگیریم. و عرض میکنم که در واقع ایشون طرفدار یک نوع redistribution of wealth به قول معروف، یعنی ثروت رو گرفتن و دوباره پخش کردن، از اونی که بیشتر داره بیشتر گرفتن، و مثل اروپا. مخالفین همواره در این State of the Union Address، مخالفین یعنی اون حزبی که شکست خورده در انتخابات قبل و مشاهده فقط تماشاچی هست، هر چه این ریلیزم بگوید حتما ایراد داره، و اینا پیشا پیش یکی از نمایندگانشون که سخنوری خوب بلده آماده میکنن. مثلا دیشب اون مثل گاورنر ایندیانا رو که خیلی سخنور خوبی است آماده کرده بودن که پیشا پیش یک تکستی نوشته بود و اینها، و بعد البته به سخنم دقت کرده بود و آمد و مرتب با نفی این کار. این در واقع اون هسته اصلی دموکراسی است در واقع، یعنی نقد روزمره از حاکم، نقد روزمره. در ایران ما یک کسی بگه سید علی عمامش خشنگ نیست، میزنم پس گردنش، از زندگی ساقطش میکنن. همین گزارش وضعیت، این در احوال یکی از بزرگترین جلبه های دموکراسی در آمریکا. به ما مردم ایران هیچ کدوم از اینا گزارش وضعیت دادن، یک سال دادن، هیچی گفتن. این مردم شما هم آدم این، آقا این سرزمین مال شماست، پول شماست، ما داریم میخوریم میدوزیم، پول شماست، ما میبیداریم میدوزیم و میخوریم و در بانکهای خارج میزنیم. حالا امشب میخوام به شما بگیم که چه داشتیم. هرگز، همواره در پشت درهای بسته توطئه میکنن. اینه مستبدین، مستبدین گذشته چنین میکردن، امروزی هم چنین میکنن. تا استبداد هم در مملکت ماست همینه. ماست، ما مردم صاحب هیچی نیست، صاحب جان خودمون هم نیست. زندگی میکنیم چون مستبد اجازه میده ما زندگی کنیم. حالا یه روز ممکنه صبح باشه آقا سید علی تصمیم بگیره که میخواد ما چند نفر ما زندگی نکنی، خود دستور میده چاقوکشا میان شکم ما رو پاره میکنن، همون کاری که با فروهر کردن و با خانومش کردن و با مختاری کردن و با شاپور بختیار کردن و با فرخزاد کردن و دیگران. هیچ گزارش وضعیتی مستبد نمیده. چرا؟ چون سیاهکاره، چون فساد در او هست، به جهتی که کارش با جنایت از بام تا شام توامه. سید علی، معلوم سید علی کجاست؟ عزیزان من، یکیش از این آخونده هم گفته است که ما این خوبه، ما تنگر رو میبندیم، این نابای آمریکا رو غنیمت میگیریم. یادشون از دوزی های صدر اسلام افتاده، میاد بالا دیگه، این ارث و میراث که از بین نمیره که. پنداری که این نابای آمریکایی هم اسبای ایرانی هست که بیان بدوزدن. تنگر رو میگیریم، غنیمت میگیریم. گفتن که منو غنیمت میگیریم. حالا چطوری بنده نمیدونم. جز گندگویی و حرف مزخرف گفتن و از بام تا شام. ببینید چه وضعیتی من، چه مملکتی است. معلوم نیست که کی داره چیکار میکنه در اون کشور. قدیما مثلی داشتن میگن چرا خاموشه، آسیا خودش میگرده، آسیاب میگرده. اگر یک کسی میتوانست این دولت رو نقد بکنه، ببینید چه چیزا میشد گفت. آمار کشتگان، آمار جنایات، آمار حیف و میل های مالی، آمار خیانت به این مملکت و به مردمش. گزارش وضعیت که سهله که. بنابراین آدمی که اختیار و قدرت در دستشه، رفته رفته دزدا و چاقوکشا و از میکنن جنایتکاران و رفقا و دوستان خودش رو جمع میکنه. خمینی وقتی مرده بود میخواست گفته بود از اینای جبهه بیارید شغل بدید. کسی میره جبهه وظیفه‌ش رو از مملکتش دفاع کنه، برمیگرده لیاقتی داره شغل میگیره، نداره میره یه کار دیگه میکنه. نه اینکه هر که رفت جبهه بیاری به زن و بچه‌ش نمیدونم چی بدی و خاک بسازی براش، بیا وزیرش کنی چون تو تا جبهه بودی. کسی که رفته جبهه چیزی بگیره،
نگاه کنید اتباع پاسداران و اینا رو نگاه کنید ببینید تو مملکت چه کردن، همه ثروت‌ها رو به خودش تقسیم کردن، بعد این مردم رو نگاه بکنید. در رو میبنده، شروع میکنه تصمیم بگیره کی برای مملکت خوبه. مثلا اون آدمی که در نمیدونم پارساباد نشسته، اون آدمی که در تنگستان نشسته، علی خامنه‌ای یا یه مستبدی مثل اون تصمیم میگیره چی برای اون خوبه. آقا از من بپرس چی برای من خوب، من باید بگم چی برای من، چه نیازی دارم، چی میخوام. گزارش وضعیت در محیط باز دموکراسی چیزی پنهان نمیمونه، نقشه و توطئه پنهان نمیماند، توطئه نمیشود، نمیشود که بشود که یه دولتی بیاد علیه مملکت خودش یا علیه مردم خودش توطئه بکنه یا بخواد سوء استفاده بکنه. اصلا چنین چیزی میسر در این ماجرا که علی خامنه ای تصمیم گرفته بود که ما را از روی زمین بردارد، با دو تا مامور اف بی آی خواستم با ما صحبت کنم، ما رفتیم و توی کافی بخوریم. من بلند شدم قهوه بگیرم، اسرا گفت نه، گفتم بفرمایید من میگیرم، گفت نه. آخرش دید من اسرا میکنم، گفت آقا ما حق نداریم، در تعلیمات ما نیست، غیر قانون نیست که ما از یک کسی که بهش مراجعه میکنیم قهوه بخوریم، یعنی اون پول قهوه رو نمیتونه بده برای ما. در این کشورهایی که فاسد مثل کشور خودمان و روسیه و عرض میشود که افغانستان و پاکستان شریف و چه عظمت، چه پاکستان، چه شرافتی ده اینا، از بام تا شام فساد و دزدی، فساد و دروغ، دزدی، دزدی، دروغ، رشوه، فساد، دزدی، دروغ، رشوه، فساد، جنایت اگه بشه، خیانت، تا رشوه ندی کارت انجام نمیشه. در دموکراسی چنین چیزی نمیشه، میسر نیست چنین چیزی. اگرم باشه در ابتدای کار باشه، در روند کار باشه، سیستمی که خودش رو تصحیح میکنه، کاستی هاش رو برطرف میکنه، برطرف جلو. ما نگاه کنیم به این کشور ایالات متحده آمریکا که امروز قریب 1000 تا 1100 پایگاه در اطراف جهان داره، 300 میلیون هم جمعیت داره، 200 دارم تاریخ. چگونه است که اینجا می نشینه در واشنگتن میگه که ایران تحریم، اقتصاد مملکت ما برشکست میشه؟ قدرت از کجا آورده؟ از کجا آمده است این قدرت؟ چرا پول دیزی در قم به دلار خواسته میشه؟ چرا دلار نیرومنده؟ چرا کشورهای دیگه نیستن؟ چرا پول چین نیست؟ چرا پول روبل روسی نیست؟ این نه به خاطری که این عرض میکنم که آدم های مخصوصی هستن، فقط به خاطر دموکراسی و حاکمیت قانون در این مملکت هست که مملکت توانسته قدرت جامعه. فقط پیرو به این قضایه من بارها عرض کردم، با توجه به سرزمین بزرگ ایران و مردمان بزرگوار ایران و استعدادهای ایرانیان و علاقه به تعالی و پیشرفت که بیشتر از نزدیک 150-60 سالش در همه ایران بیدار شده است، اگر اینها شرشان را بکنن، این متعفنین مثل همین آقا و دار دستش و اینا، و یک حکومت مردمی در سرزمین ما برپا شود، من بر این هستم و یقین دارم که ظرف 10 سال ایران یک قدرت خیلی خیلی بزرگ میشه، قدرت مثبت در جهان، قدرت اقتصادی و علمی. تا اینا هم هستن، شما نگاه کنید ما همیشه مضطربیم. چرا ما اینقدر مضطربیم؟ چرا ما همیشه منتظریم؟ چرا ما همیشه فراری هستیم؟ چرا اینقدر ما غر میزنیم؟ چرا اینقدر ما سوء ظن داریم؟ همش به خاطر این است که ما عرض کنم یک سیستم سیاسی درست نداریم، سیستم سیاسی نداریم، سیستم سیاسی درست ما نداریم. همه مفاسد از اونجاست، همه گرفتاری های ما اونجاست. گرفتاری ما در این نیست که یکی میاد تونل میزنه گرفتاری ما رو درست میکنه، یا یکی میاد نمیدونم سینما میسازه، یا این آقایون هم که اومدن که خیلی کارها کردن، که این همه کارخونه اتوبوس‌ساز، این همه جاده، این همه سد، اینا یک شاهی ارزش نداره با نبود آزادی و در نظر نگرفتن حیثیت و شرافت انسان در اون مملکت، هیچ کدوم اینا پشیز ارزش نداره. باری برگردیم سر مطلب.
موظف رئیس جمهور راست بگه، رئیس جمهور نمیتونه دروغ بگه. دروغ چه عرض کنم، یک تضاد کوچیکم پیدا کنه یقهشو میگیره. بنابراین همدیگر رو نقد میکنن. هر چقدر این رئیس جمهور خدمت کرده باشه، هر چقدر پروندش درخشان باشه، این نیست که حریف یا حزب مخالف بیاد بگه بله آقا خیلی صحبت عالی کرد، بله راست میگه، اینجوری شد. نه، هزار نکته پیدا میکنن که میگن این کارو نکرد، اون کارو نکرد، در اینجا سستی کرد، مردم بیچاره شدن، در روزگار این چنین شد، این کارو نکرد. حالا در حق آقای اوباما که ایراد بسیار هست، در واقع میگویند که این آقا قول داده بود اقتصاد رو درست بکنه، مثل که عجیم عجیلا ترجیم میشه اقتصاد درست کرد اینها. اما بر روی هم کارنامه آقای برک اوباما کارنامه خوبی است، سیاست خارجیش خوب کار کرده، نیرومند بوده سیاست خارجیش، علی‌رغم عرض میکنم که شروع لرزانی که داشت و به نظر خیلی ضعیف میامد، اما توانسته در واقع چهره آمریکا رو بهتر بکند. آمریکا خیلی بی اعتبار شده بود. به یکی از خوبیهای دموکراسی این هست که در واقع هر 4 سال یه بار، در واقع میخوام خدمتتون بگم 2 سال نگذشته آقای رئیس جمهور به تخت خواب کاخ سفید عادت نکرده، انقلاب بعدی آمد از راه، انتخابات جدید، سر و صداها، هیجان، نقد دولت، برنامه های جدید، لیدرهای جوانتر با خون تازه و ایده های تازه، تازه به تازه، همه چیز تازه. توی ما امریکا رابینه همه چیز تازه است، اینجا هیچ چیز خرابه پیدا نمیکنه. به من ساختمون قدیم میشه خراب. ما چون نتوانستیم متاسفانه اندیشه های نوگرایی به معنی دقیق کلمه رو داشته اجرا بکنیم و محقق بکنیم، همواره در گذشته ها میگردیم ببینیم چه چیزی با ارزش اونجا پیدا میکنیم. آبادترین مکانهای ما خرابه های ما هستن، دیدنی ترین چیزهای ما خرابه های ما هستن. شما اصل جدید چیزی برای نشون دادن نداره. میبریم تخت جمشید، تا بنیاد استبداد رو از این مملکت بر نکنیم و دل خوش نکنیم که وضع ما خوب است به ما مربوط نیست، وضع ما زمانی خوب است که وضع همه ما خوب باشد. وضع یک شهر زمانی میشود که خوب است که وضع محلاتش خوب باشه. وضع یک محله زمانی خوب است که همه در صلح و صفا، اون عناصر سازنده اون محله که خانه ها باشن و مردمش باشن، بتوان در صلح و صفا و یک زندگی راحت با هم باشن. من که دوز گردن کلوفتی هستم، آقا من دارم نمیدونم دیگ و دیگچه وارد میکنم، نمیدونم یه ویلا هم که ساختیم در شهسوار و یک دونم برجی هم که اینجا ساختیم، همین رژیم خوبه. اینا بزرگترین خائنین به مملکت، هر مملکتی هست. باری بگردیم سر مطلب. آقای اوباما میگوید که این وضعیت حاکم منصفانه نیست، میلیونرها مالیات نمیدن، بیلیونرها مالیات نمیدن، این شرکت‌های نفتی چنین میکنن، ما بایستی که این سیستم رو تغییر بدیم، برای آینده آماده بشویم. نمیشود که آقای مثلا همین آقای رامنی فرض کنیم که یه آدم مجردی میره مثلا هفته $1,000 حقوقش باشه، از این $1,000 قریب 350-400 دلارش از یه آدم مجرد میگیره، یعنی 30% رو ازش بر میدارن، مثلا حالا کم و زیاد همین حدوده. آقای رامنی در 2 سال گذشته 42 میلیون دلار درآمدش بوده، یه چیز حدود 6% داده مالیات. آقای اوباما میگوید این سیستم رو باید عوض بکنیم، از ثروتمندان بیشتر مالیات بگیریم و دولت کمک بکند. این با فلسفه کاپیتالیسم آمریکایی البته مغایرت داره. حالا یک نقل قولی هم کرد از لینکلن، خب من دموکراتم ولی از یک رئیس جمهور رپابلیکن یا جمهوری خواه من نقل قول میکنم، و که لینکلن گفته است که دولت تا اون اندازه دخالت میکند که کارهایی که مردم خودشان نمیتوانند انجام بدهند کمک کند و انجام بده.
بیشتر از این دولت ضرورت نداره. اما مخالفین او میگویند که این آقا داره کار دولتی میکنه. ریپابلیکن ها اساساً بر این هستند که در یک سیستم سرمایه‌داری سرمایه‌دار محترمه، این سرمایه‌دار هست که در واقع سرمایه گذاری میکنه و کارگران استخدام میکنه و تولید میکنه و این رقابت های سرمایه و محصولات این سبب حرکت جامعه است، نه اینکه دولت هی دست مردم رو بگیره و به این پول بده به اون پول بده. میگه این اصلا خلاف روح سرمایه داری است و این آقای اوباما یک آدم سوسیالیستی است که میخواد از اون کارا بکنه. اوباما متوجه شده که وضعیتی به صورت سابق نخواهد بود، بنابراین گفت من تقریبا در واقع دیشب کاری که این مرد کرد نقشه آیندهش رو طرح کرد و اینکه در انتخابات چه خواهد گفت و چه خواهد کرد. در باب ایران هم که خب خیلی سریع گذشت، در باب سیاست خارجی فقط اشاره کرد که زمانی که من بودم خیلی پراکنده بود، آبروی آمریکا رفته بود، من اومدم دنیا رو چیز کردم، متحد کردم و حیثیت آمریکا رو بازگرداندم چنین و چنان. و از بین آقایان ریپابلیکن‌ها آقای گینگریچ، هیچ کس تصور نمی‌کرد که این مرد بتواند که در واقع درخششی نشان بدهد. خود مخلص هم اینجا اشاره کردم به وزنش و اینها، اما خب مرد دانایی است، رئیس مجلس ملی بوده، لوور هاوس، در یکی از این انتخابات جلو افتاده، فعلا در فلوریدا هم که قرار است هفته آینده باشد یا همین 3-4 روز آینده، تمام آمار نشان میداد که بین تقریبا 5-11% از آقای این رامنی جلو. آقای رامنی خیلی خشکه. شما دقت کردید مثلا یک سخنور سخن میگه، سخنان خوب میگه، اما لمس نمیکنه قلب ها رو، نچسبه، نچسبکه به قول بعضی دوستان، ارتباط رو نمیتواند برقرار کنه، کامیونیکیتر نیست به قول معروف که میگفتن که بزرگترین کامیونیکیتر آقای ریگان بود، گرم بود، سخنش به دل میچسبید واقعا. آقای رامنی نداره اینا رو. خیلی خشکه، خیلی خشکه و کورپوریت منه، آدم میلیونریه که در اندیشه در واقع پشتیبانی از کورپوریشن بزرگ هست و فاش میگوید که آقا این طبیعت سرمایه‌داری ماست، ما باید چنین کنیم از این صحبت. خب اجازه فرمایید که برویم و یک موسیقی گوش کنیم، انتخاب امیر، برمیگردیم خدمت شما هست.
گوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان، ای ایران ایران، گلزار سبز دور از تاراج خزان، جور زمان، ای مهر رشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان، تو بمان. درود بر شما وطنان گرامی. تا فراموش نکردم اینجا این فلایری که دوستان چاپ کردن سپاسگزاری میکنم ازشون. فکر کنم این فلایر رو دوست گرامی آقای آل احمد فرستادن در باب جلسه روز یکشنبه 29 ژانویه است در اولمپیک کلکشن در 11301 وست اولمپیک بوروارد در شهر لس آنجلس 90064. تلفن ها رو اعلام میکنم، اگر که دوستان علاقه من هستی میتونی تشریف بیاری ساعت 4 اونجا در باب شاهنامه صحبت میکنیم. تلفن 310-575-45-85 و تلفن 818-50-50-100. بسیار سپاسگزارم از دوست گرامی نازنین آقای لیمونادی که همواره به ما محبت دارد و همچنین 818 مرکز 08 ایرانیان 818-908-0808 در باب شاهنامه روز همین یک شنبه. من دو چیز میخوام خدمتتون بگم، یکی که به این آقای علی خامنه‌ای اگه دیدید بفرمایید که دست از سر مردم برداره، یکی هم بعضی دوستان دست از سر ما بردارین. بعد از چندین سال ما آمدیم اینجا، البته این چون بعضی جاها میگوین عرض میکنم، دوست عزیزم امیر میگن من امروز فهمیدم که شما موتو رنگ نمیکنی. گفتم مگه کسی میگه مو رنگ میکنه کسی؟
این داستان موهای ما هم خیلی دردسر شد. دوستان عزیزان، این موهای بنده قربان کاملا طبیعی، مادرزادی، رنگش، شکلش، همش اصله. این یک مطلبی شده. من روز اولی که آمدم اینجا در تلویزیون دیدم این خانم های دم در آمدن رو شروع کردن موهای ما رو کشیدن. گفتیم آقا اینا دست میذارن، گفتیم چه محبتی دارن دوستان زیبارویان تلویزیون. بود نگو اینا میخوان کش بکنه ببینین کلاگیس سر ما یا نه. ای داد بیداد، چه مشکلاتی داریم. خب خب، یک بیتی در رستم اسفندیار هست خیلی مشهور. رستم به اسفندیار: تنت بر تک رخش مهمان کنم، به گرز و به کوپال درما کنم. که این حشر قوی هم هست در واقع، چون گرز و کوپال یه معنی. خدای را سپاس در این چاپ مسکو و همچنین در نسخه سنت جوزف: تنت بر تک رخش مهمان کنم، سرت را به کوپال درما کنم. یعنی تنتو به زیر پای رخش میندازم، سرت را با گرز، نه به گرز و به کوپال درمان کنم. خیلی حساس این به ابیات از کنم که کوتاه با یه دخل تصرفی معنی. خب اینجا پس این بیت چنین است: تا اونجا خوندیم که آمد و به سراپرده پادشاهی صحبت کرد رستم، یاد روزگاران جمشید، یاد روزگار قباد، چنین و چنان. اسفندیار برعکسش رو گفت، درست مثل رپابلیکن ها و دموکرات ها که نمیخواست در هیچ مورد با رستم هم فکری بکنه. اینم خدمت شما خوندم. خب میخونم خدمتتون: همان روز که از بهر کاووس شاه بودی پرده و سایه بارگاه. این تصحیح مسکو تصحیح خوبی است، به جهتی که با یک دخل و تصرف خیلی خیلی کم این دانشمندان روسی همون نسخه لندن رو که قدیم ترین از 675 آوردن، با اندکی دخل و تصرف چاپ کردن. خیلی خیلی فکر خوبی بود، البته از خط خطا بیرون نیست. تا اونجا که به رستم و سهراب مربوط است، اگر ما جام به در ببریم از روزگار، ممکنه که تا مثلا یکی دو ماه دیگه ما بتوانیم این چیزا که من تهیه کردم، مقایسه هایی که کردم، تمام بیت به بیت، شرح و تفسیر، این و نسخه آقای خالقی رو از کنم که اینها خدمتتون تقدیم کنیم. این خیلی کارگشا بوده، این کشف جدید در تصحیح شاهنامه نسخه سنت جوزف. خب میگوید که بله، همان روز که از بهر کاووس شاه بودی پرده و سایه بارگاه، کجا راه یزدان همی باز جست، همی خواستی اختران را درست. زمین زو سراسر پراشوب بود، پر از خنجر و غارت و چوب بود. کنون مایه دار تو گشتاسه بست، به پیش بیندر چو جاماسه بست. نشسته به یک دست او زرد دهشت، که با زند با که با زند و است است و که با زند و است آمد است، که با زند و است آمد است از بهشت. زند و است اینجا در واقع مخفف اوستاست. خیلی خوب داره اسفندیار تعریف عجای خودش اومد: به دیگر پشوتن گو نیکمرد، چشیده زگیتی بسی گرم و سر. به پیشندرون فرخ اسفندیار، که از او شاد شد گردش روزگار. دل نیک مردان به دو زنده شد، بعد از بیم شمشیر او بنده شد. بیامد به در پهلوان سوار، پسندر همی دیدش اسفندیار. چو برگشت از او با پشوتن بگفت، که مردی و گردی نشاید نهفت. که مردی و گردی نشاید نهفت، یعنی هنرهای دشمن رو هم بایستی گفت. در رزم خاقان چین اینا رفته بودن به خاقان، گفته بودن ایرانی مشادمای بی ارزن و اینها. بعد که سپاه روبروی هم قرار میگیره،
خاقان که مرد خردمندیست آمده نگاه کرده. پسند آمدش گفت این از سپاه سواران مردفکن رزمخواه. سپهدار پیران دگرگونه گفت هنرهای مردان نشاید نهفت. این اونجا تکرار شده تقریبا. هنرهای مردان نشاید نهفت از زبان خاقان. اینجا همون اسفندیار در واقع با اینکه حالا با رستم بی اندازه دشمن شد میگوید چو برگشت از او با پشوتن بگفت که مردی و گردی نشاید نهفت. ندیدم بدین گونه اسپ و سوار ندانم که چون خیزد از کارزار. در رستم بر رخشش از نگاه میکرد گفت به شک افتادم که چه سرنوشتی خواهم داشت در نبرد با این مرد. به رستم باشه یکی جند پیل است بر کوه گنگ، اگر با سلیح اندر آید به جنگ. اگر با سلیح نبردی بود همانا که آیین مردی بود. یکم مبهم این بیت. به بالا همی بگذرد فرزی، بترسم که فردا ببیند نشیب. همی سوزد از مهر فرش دلم، ز فرمان دادار در نگسلم. چو فردا بیاید با آوردگاه، کنم روز روشن برو بر سیاه. پشوتن بدو گفت بشنو سخن، همی گویمت ای برادر مکن. پشوتن خرد سپاه اسفندیار هست. زال زر و پهلوان گودرز، گودرز لشکر شکن به قول فردوسی، اینا خرد سپاهیان ایران بودند در بود. خصوص بوده. پشوتن اونجا میگوید که برادر من نکن چنین کاری. تو را گفتم و بیش گویم همی، که از راستی دل نشویم همی. میازار کس را که آزاد مرد، سرندر نیارد به آزار و درد. شاهنامه داستان جنگ زهرماسی. اما از ابتدای این کتاب تا پایان کتاب شما حس خونریزی به شما دست نمیده هیچ موقع. سراسر حکمت و بزرگواری اخلاق، در واقع بزرگترین نماینده اخلاق نیک ایرانی و فرزانگی و بزرگواری ایرانی حکیم فردوسی بود. حالا کسانی که بعد آمدن رو اینها مثل نظامی و نمیدونم اسدی و اینها گمان بردن که اگر قوت شاعری نشان بدهند فرض فرمایید این در ریزکاری ها بود سهارات قریب و اینها هم میشود تشبیهات و فلانی حرفا میتوانند با او برابری کنند، در حالی که تغافل کردن از دو چیز، یکی که حکمت فردوسی در آنها نبود، یکی فردوسی تعهد اجتماعی داشت و هدف داشت و این کتاب شاهنامه کار هدفمندی است. همه این در واقع کوشش و همه این عظمت و همه این منظومه و سخنانش به سمت هدفی در حرکت هست که اون در واقع تعالی ایران زمین هست، نشر صلح و بزرگواری هست و دوستی هست. اینا رو نداشتن. گمان میکردن که حالا فرض کنیم با این اتنابهای عجیب غریب که نظامی کرده واقعا تعجب میکنه در میدان جنگ، خیال میکرده که اگر یک آفریقایی رو با اسکندر به جنگ بندازه حماسه درست کرده. تغافل کرده بابا حماسه ملی از سرزمین در واقع شاعر است، نه که یه آدم غریب غارتگر شما بری در نمیدونم با یک آفریقایی اونجا به جنگ بندازه و هی سخنوری کنی. معلومه نیست داستان از کجا آوردی. اینا خیلی پرت بودن و این تذکر نویسان هم از اونا پرت تر. دیشب داشتم به آقای شبلی نعمانی یا نعمانی، این مرد خیلی ادیب و پخته ایست، اما در باب فردوسی مقایسه با نظامی به طور کل ایشونم عرض کنم که فکر میکنم دچار اشتباه شده بود، به خصوص که در قضاوتش در باب فردوسی البته میگوید فردوسی علل اصلاح بزرگترین شاعران هست. من دیدم بعضی الحاقات شاهنامه رو ورده اونا رو معیار قضاوت کرده، مثل فرض کنید زاری کردن تهمینه بر سهراب مطلقاً
هر سرعت که از شاهنامه نیست و این ابیات ضعیف داره و اصلا تصاویرش با هم تناسب ندارن، این زاری کردن. فردوسی از این کارا نمیکرد. باری حالا اینا مسئله به کناری. خب به حسب امشب و بامداد پگاه، برو تا به ایوان او بی سپاه، به ایوان او روز فرخ کنیم، سخن هرچه گوید پاسخ کنیم، همه کار نیکوست او در جهان، میان کهان و میان مهان. کهان و مهان کوچکترها و بزرگترها. همی سر نپیچد ز فرمان تو، دلش راست بینم به پیمان تو. تو با او چه گویی به کین و به خشم، بشوی از دلت کین نو و خشم چشم. یکی پاسخ آوردش اسفندیار، که بر گوشه گلستان رست خار. چنین گفت که از مردم پاکتین، همانا نزیبت که گوید چنین. گریدون که دستور ایران تویی، دل و گوش و چشم دل ایران تویی، همی خوب داری چنین راه را، خرد را و آزردت شاه را. یه میخواید پادشاه را آزرده کنی؟ چه حرف میزنی؟ ما محکوم هستیم اینجا، فرمان بردار پادشاه هستیم، در حالی که پادشاه با توطئه و بدخواهی و کینورزی بیچاره اسفندیار رو به جنگ رستم فرستاده، به جنگ سر نامداران و پشت گوان. خب این علامت این بود که دیدم در این تلویزیون کوچک که وقت ما هم به پایان رسید. هموطنان گرامی، امروز هم به خاطر توضیح در باب سخنرانی آقای اوباما، شاهنامه خانی ما کوتاه شد و نتوانستیم با آقای کربلایی هم صحبت کنیم. باز تکرار میکنم، روز یک شنبه در اولمپیک کالکشن هستیم و بحث شاهنامه. از امیر سپاسگزارم در اتاق فرمان، از شما هموطنان بزرگوار و همزبانان توجه فرمودید سپاسگزار هستم. تا برنامه دیگر، درود بر شما. داوید ایران زمین، زنده باد آزادی.